خب ما حالا اگر برای جسمی چند تا کی فریم توی یه لحظه از زمان زده باشیم چی؟ مثلا اینجا ما پوزیشن، روتیشن و اسکیل این جسم رو کلید زدیم و همونجور که شما اینجا میبینید فقط یه دونه توی تایم لاین نشون میده خب طبیعی هم هست چون کی فریم ادیتور ما برای ادیت کردن تک تک کی فریم هاست و تایم ما اجازه بدید من بکنم. تایم لاینمون فقط کلیت جای کی فریم ها رو نشون شما میده اما ممکنه الان شما بگید که خب تایملاین ما خیلی شلوغ شده الان اینجا من چندین و چند چیز رو دارم میبینم شاید نخوام واقعا همه رو ببینم یه راه خیلی خیلی مناسبی هست برای اینکه شما فیلتر بکنید کی فریم هایی رو که مد نظرتونه مثلا بگید فقط پوزیشن منو الان نشون بده فقط کلیت های پوزیشن منو نشون بده فقط کلید روتیشن منو رو نشونم بده فقط کلید اسکیل من نشونم بده و به همین ترتیب شیر و حالا بقیه انوبین یکی از مهمترین چیزهایی که شما بعد نیست شورتکاتش رو یاد بگیرید و خیلی خیلی میتونه براتون کاربردی باشه انیمیتد یا همون یوه اگه قبلا با افتر کار کرده باشی شورتکاتش دقیقا مثل افتر شما عینا با همون شورتکات میتونید از همون در واقع شورتکات اینجا هم استفاده بکنید و همونطور که بینید فقط شما چیزهایی رو نشونتون میده که انیمه شده خب طبیعتا من اینجا اوپاسیتی انکور پوینت و خیلی چیزهای دیگه دیگه‌م رو انیمه نکردم پس طبیعتا فقط میخوام اونایی که انیمه شدن رو ببینم اگر شما اینجا این چک باکس ها رو آف بکنید حتی میتونید دستی یه سه چیزها رو باز نبینید مثلا من میخوام اینجا فقط روتیشن هم رو ببینم و حالا مثلا بگم روتیشن هم میخوام یه تغییراتی توش به وجود بیارم پس این هم از روشی برای ایزوله کردن و برای دیدن تک تک کی فریم ها یه شورتکات خیلی خوب دیگه که وجود داره اف یا همون فریم کردن کی فریم هاتونه مثلا من اگر اینجا کی فریم ها خیلی از تصویر بیرون باشن مثلا اگه خیلی زوم کرده باشم البته اینجا خب ما تفاوت کی فریم و فاصله کی فریم اون کمه خیلی به چش نمید مثلا اگه اینجوری باشه شما با زدن F میتونید فریم بکنید تمام کلید هاتون رو که فعال هستن F معنی هم فریم یا قاب کردن تمام اون و شورتکاتش هم اینجا این کلیده من آندو میکنم که برگردیم به جای قبلیمون یه نکته خیلی مهم دیگه که شاید شما بعد نباشه بدونید کی فریم اینترپولیشنه که این قسمت رو توی در درس بعد با هم میبینیم